توی درگیری هایی ناچار بشن عقب نشینی بکنن. با سوت اینا متوقف نمیشن، ولی با سوتشون میان بیرون از فرصت استفاده میکنن. این درجه ای از درایت سیاسی مردم رو نشون میده که در غیاب تشکل های سیاسی فراگیر که تو جامعه موجوده از فرصت ها استفاده میکنن به میدون بیان تا بجنگن. و الان به نظر میرسه که فضا برای این کار آماده است. راه پرپیچ و خمی مسلماً در مقابل جامعه وجود داره. حتما نباید انتظار داشت که کار به سرعت به سرانجام برسه. اما مسئله اینجاست که این حرکت میتونه به چهارشنبه سوری وصل بشه، میتونه به یه حرکت بزرگ سیاسی در سطح جامعه وصل بشه. روزهای تعیین کننده میتونه باشه، هفته‌های تعیین کننده. تو خارج از کشور مردم چیکار میتونه؟ تو خارج از کشور به نظرم تظاهراتی که همبستگی بزرگ با مردم رو نشون میده میتونه صورت بگیره. و این بار فقط مردم در ایران نیستن. مردم در مصر، مردم در تونس، مردم در کشورهای عربی میتونن یه صدای بزرگی باشن که جهان رو داره تحت تاثیر قرار بده. و همبستگی مردم در ایران با همبستگی مردم در مصر و غیره یه حرکت بزرگ رو میتونه سازمان بده. اگر این حرکت چند روز ادامه پیدا بکنه، ما شاهد اوجگیری مجدد خیزش توده‌ای مردم خواهیم بود. مسئله اینجاست که این حرکت ببینیم آیا فردا پس فردا به ویکند بعدی میرسه یا نمیرسه. به محض اینکه بتونه نطفه اولیه خودشو قوام ببخشه، ما شاهد گسترش رشد سریع و سر و به نظر من اجتماعات مردم در خارج از کشور میتونه خیلی سطح روحیه مردم رو در داخل بالا ببره و این شور و هیجان عرضم به حضورتون اعتراض رو زنده نگه داره. دقیقا. و نقش حساسی رو مردم میتونن در خارج از کشور بازی کنن با اجتماعاتی رو که تشکیل میدن و اعلام همبستگی که با جنبش آزادی خواهانه مردم ایران میتونن داشته باشن، میتونه نقش تعیین کننده ای رو ایفا بکنه. آقای دکتر جوادی، به نظر میرسه که این حرکتی رو که ما الان میبینیم از خط و خطوط ها و از گروه بندی ها بیرون رفته. دیگه کسی اهمیت نمیده کی کمونیسته، کی چپه، کی راسته، و یک مجموعه داره حرکت میکنه. اینطوره؟ ببینید، مجموعه حرکت میکنه و به نظرم این که جنبش‌های متفاوت اجتماعی در صحنه سیاست هستن. فضا به نوعی تغییر کرده که همه جریانات فعال شدن، جنبش‌های اجتماعی طبقات متفاوت اجتماعی فعال هستن و امروز داریم این رو میبینیم و جامعه یه گشایشی نسبت به این امر داره که انحصار طلبی برفرض جریان سبز که در قبل می‌دیدیم شعارهای دیگه ندین و یا حتی در تظاهرات امروز تلاش می‌کردن که جلوی شعارهای رادیکال رو بگیرن، ولی مردم شعارهای تند و تیز و ساختار شکنانه به قول خودشون می‌دادن. شما اطلاعیه دیروز حزب مشارکت رو دیدین که گفته بودن ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیستیم مثل مصر. بله. خواهان تغییر قانون اساسی هستیم. ولی این مردم به خاطر این امر بیرون نیومدن. همون روز شعار میدادن که برفرض مبارک بن علی فردا نوبت سدلی و پیوندتان مبارک با حسنی مبارک میگفتن. این مردم امر دیگه رو دارن دنبال میکنن. ندیدن این واقعیت به نظرم بزرگترین اشتباه است. ندیدن این که جامعه ایران جامعه متحول چند صداییه به اعتبار اینکه جریانات مختلف نقش دارن و یک امری که بعد به نظرم در نظر گرفت اینه که در فردای ایران آزادی بدون قید و شرط برای همگان باید به تثبیت برسه و وجود داشته باشه. بله. الو. الو. آقای مخمل باف. بله. بله. گوشی حضورتون. بینندگان عزیز، آقای محسن مخمل باف رو روی خط داریم. آقای مخمل باف، به شما درود میفرستم همراه با آقای دکتر علی جوادی در استودیو کانال یک. درود بر شما. آقای مخمل باف، چه خبر؟ دوستان شما در ایران اطلاعات تازه‌ای که به شما دادن چگونه است و چه چیز تازه‌ای رو میتونیم بشنویم؟ اخباری که من دارم از طریق ارتباطاتی که با ایران دارم، خیلی از خیابونای شهر به صورت پراکنده مردم حضور دارن و خیلی از جاها درگیری هست. از شبه که رفته رفته به سمت شب که میریم شلوغی ها بیشتر شده. همینجوری که رویتر اعلام کرده حدود 10,000 نفر در خیابونا بودن، منتها همیشه خبرگزاری ها چون با احتیاط میزنن و اخبار قبل‌تر رو میزنن، حضور مردم خیلی وسیع‌تره. نکته مهم اینه که باید خیابونا به نظر من ترک نشه. اون چیزی که دوستان ما هم از ایران میخوان اینه که دوباره بر نگردیم به خونه و اینا فرصت نفس کشیدن پیدا کنن و دوباره سرکوبشون رو شدید کنن. تجربه که تو روزای انقلاب ما داشتیم اینه که از یه گوشه شهر مثل پادگان فرح‌آباد
هموفرا دست به تظاهرات و اشغال در واقع پادگان زدن، بعد به همه جای شهر کشیده شد، مردم یکی یکی کلانتری ها رو گرفتن. من تصورم اینه که یه گروهی شجاع‌ترن، بعدش مردم میپیوندن بهشون. باید یه سال گذشته این بود که وقتی 2-3 میلیون نفر اومدن بیرون، آقای موسوی متاسفانه برگشت خونه، شاید فکر میکرد که این رژیم با همین 2-3 میلیون سرشون داده شد که ما یک سال فرصت دادیم به این رژیم برای که شکنجه کنه، تجاوز کنه، سرکوب کنه. این رژیم رو عاقبت یک حادثی که پیوسته و چند روز طول میکشه به سقوط میکشونه. یه نکته رو هم من میخوام اضافه کنم که دوستان ما از داخل میخوانن که دم تیغ این حکومتن. میگن مبارزات بدون خشونت، آیا معنیش اینه که ما باید این کتک بخوریم، دست و پامون بشکنه، گلوله تو مغزمون بخوره؟ من تصورم اینه که دفاع واجبه. از ماندلا میپرسن آیا بدون خشونت خشونت هم میشه انقلاب پیروز شه؟ میگه اون روز آخر حتما یه خشونتی اتفاق میفته و هر کسی که باتون داره میزنه میشه باتون از دستش گرفت. کسی که اسلحه گرفته رو به دوست تو میتونی اسلحه رو از دستش بگیری. در دوره انقلاب مردم کلونتری ها رو گرفتن. تصور من اینه که این آتش اگر ادامه پیدا کنه و اگر مردمی که تو خونن منتظر بودن تعداد بیشتری برن ملحق بشن به این گروه ها و 2-3 روز این قضیه ادامه پیدا کنه، عقب میشینن. یک نکته مربوط به پاسدارا و بسیجی ها، اینا اگر یه خود در خطر بیفتن و احساس کنن که خیلی خوب اینا کشته میشن برای سید علی خامنه ای، بچه هاشون بی بابا میشن، به هیچ وجه وای نمیستن. خیلی جنگ نابرابری در یک سال اتفاق افتاده. من به نظرم دفاع واجبه، مردم باید اسلحه رو از دست اینا بگیرن، کلانتری ها گرفته بشه. و این که ما هی میگیم مبارزات بدون خشونت، معنیش این نیست که همش سیلی بخورید اون گوشه صورتت هم بیاری چلو برای سیلی بعدی. به هر جهت بایستی تمرکز کرد روی سقوط خامنه‌ای، روی سقوط نظام ولایت فقیه. باید باور کرد که این رژیم اصلاح پذیر نیست و ما خیلی به آگاهی دادن به مردم نیاز نداریم. مردم ایران تحصیل کردن و با پوست و گوشت و خونشون حس کردن ظلم این نظام رو. ما به شجاعت احتیاج داریم و شجاعت به امید احتیاج داریم. تونس و مصر به اندازه کافی به ما امید میده که اگه مردم مصمم باشن و چند روز پایداری کنن، این رژیم خواهد رفت. آقای مخملباف، من اولا به شما تبریک میگم. این موضوعگیری که دارید رو خیلی تحسین میکنم. به من بفرمایید که آیا تصور نمیکنید که اون شور و هیجان اون روزهای 22 و 25 خرداد 88 رو چند تا عامل باعث شد که این فروکش کرد؟ یکی بازگشت به خونه ها همونطور که شما فرمودید، یکی اون اعلامیه آقای موسوی که تأکید کردن برش که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، این در داخل، و این که شعار هنجار شکن ندیم، شعار ساختار شکن ندیم، و در خارج از کشور هم که برخی از دوستان سبز ما به شدت برخورد میکردن که آقا کسی مثلا پرچم نیاره فلان. الان به نظر من این یخها آب شده و خیلی از مبهمات روشن شده. شما به عنوان یک هنرمند شاخص ایرانی سبز، نظرتون چیه راجع به مجموعه این تصورات و حرفا؟ من اعتقادم بر اینه که اولا ایران مال همه ایرانی ها، از هر گرایش و گروه، قوم، ملت، مذهب، و ما باید فکر کنیم 75 میلیون ایرانی در ایران به دنیا نیومدن که گروه ها، احزاب، خط ها به اونا بگن شما حق نداشتید در این سرزمین به دنیا بیاید. آفرین. و باید دموکراسی از آراء اینا به وجود بیاد و باید فرصت بدیم مردم هر دوره ای رئیس جمهور بعدی خودشون انتخاب کنن. الان اون چه که مشترک فروپاشی نظام ولایت فقیه، شخصا معتقدم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. سال گذشته در اندازه کافی همه ایرانی ها پیدا کردن در این که این نظام به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست.
و اصرار بر این که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش اشتباه ما بایستی بگیم که فقط ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش ایرانی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش ما باید به سمتی بریم که نسلی که الان 40 میلیون نسل جدید بعد از انقلاب اینا هنوز فرصت نکردن نظرشون رو بگن اینا از جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش بعد شلاق به یاد دارن شکنجه به یاد دارن توهین و تحقیر به یاد دارن سرکوب شدن تو خیابون به یاد دارن تجاوز تو زندان زیر نام خدا رو به یاد دارن من باورم بر اینه که این نظام اصلاح شدنی نیست و بالاخره هم با یک انقلاب از بین میره این انقلاب تلاش بدون خشونت باشه رژیم داره میکشونتش به سمت خشونت من باورم در اینه که ما به خشونت نمیریم ولی به هر جهت مردم نمیتونن صبر کنن تا ابد اسلحه روی سینه اینا باشه من یه خاطره رو میخوام از زمان انقلاب نقل کنم اون موقع من 2-3 ماه بود که از زندان آزاد شده بودم و با آقای بهزاد مدادی و گروه مجاهدین انقلاب اسلامی شروع کرده بودیم تازه گروه ها رو جمع کردن و این سازمان رو شکل دادیم بهزاد مدادی 3 تا رادیوی تکموج رو توی خونهشون در خیابون ویلا کنار سازمان انتقال خون به صورت بیسیم در آورده بود و ساواک و شهربانی و ارتش رو شنود میکرد پادگان فرح‌آباد که شروع شد من مسئول شدم که به در جنوبی پادگان فرح‌آباد که به اونا خبر بدیم که اگه بهشون حمله میشه در همون لحظه اونجا خونه خاله من کوچه بغل در جنوبی پادگان فرح‌آباد بود ما فکر میکردیم از اونجا شروع میشه ولی بعد همه بیسیم ها که شنود میشه توسط بهزاد ندوی دونه دونه کلونتری هم گفتن ما داریم تسلیم میشیم گلوله کم آوردیم و همینجور که مردم اطلاع داده میشد مردم میریختن و کلونتری هایی که میدونستن دیگه گلوله نداره رو میگرفتن الان من تصورم اینه که تکنولوژی جدید بچه ها همین امروز بیسیم بسیجی ها رو شنود کرده بودن گذاشته بودن رو بالاترین میتونن اینا رو بشنوند به نقاط ضعفشون اطلاع پیدا کنن اینو در اختیار همون جوانایی که تو خیابونن بذارن تصور من اینه که عاقبت با تسخیر لانه های فساد جمهوری اسلامی این نظام میریزه این نظام یه دست بیشتر نداره یعنی شما تمام جمهوری اسلامی رو که تو مشت دین فقط یه جمله میزنه بیرون برم از زبان خامنه ای اگر یک قدم عقب بشینم شکست میخورم حق باید ترس ایجاد کرد اصلا نگران این نیست که مردم آگاه بشن یا نشن این مرد اینقدر احمق شما ببینید تا جعفر پایی چه میکنه اگر این آبرو براش مهم بود پرستیج مهم بود اینکه مردم نفهمن چه خبره مهم بود اجازه نمیداد 20,000 هنرمند جهان در دفاع از جعفر پناهی حرف بزنه شما میدونی هر فیلمسازی هر نویسندهی وقتی دشمن اینا میشه این دشمنی و این نفرت از تو کتاب‌ها و فیلم‌ها و مطبوعات در میاد برای اینا اصلا مهمی اینا میدونن بی‌حیثیت هم فقط فکر میکنن از طریق ترس میتونن باقی بمونن مقابله با ترس شجاعته نه آگاهی دادن خواهش من از رسانه‌ها اینه که مردم رو تشجیع کنیم با دادن اخبار دو جا که مثلا مردم رو ضعیف میکنه مردم رو دوباره نترسونیم به خونه‌ها بر نگردونیم بالاخره یک روزی ما باید چند روز تو خیابون بمونیم و از ترسمون عبور کنیم برای شجاعت ما امید میخوایم تونس و مصر دوباره به ما امید دادن خود ریختن مردم امروز بیرون دوباره به مردم امید میده ما یه یعفی گرفته بودم که دلایل مختلف داره یکیش متاسفانه اختلاف اپوزیسیون در خارج از کشوره که هنوز مردم به قدرت نرسیدن اینا تصور خب رئیس جمهور بعدی کیه بعد بذاشت مردم انتخاب کنه ما باید حول حقوق بشر با هم متحد بشیم و فکر کنیم قانون اساسی فردای جمهوری ایرانی قانون حقوق بشره بس سوء استفاده از مذهب مذهب یه امر شخصی و هر کسی میتونه یه مذهبی داشته باشه پیوند یه مذهبی با ایمانش نباید دخیل بشه در سرنوشت کسان دیگه که ممکنه ایمان یه جور دیگه تفسیر میکنه بنده معتقدم ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش معتقدم بازگردوندن 3 میلیون مردم به خونه ها خطا بوده باید اون 3 میلیون میشستن تو خیابون تا تکلیف معلوم بشه روزی که رژیم آماده چنین حضوری نبود
نه اینکه مردم رو هی مایوس کنیم. به هر جهت من تو ایران فیلم ساختم، با سیای لشکرها هم کار کردم، دیدم که یک نفسی دارن بعد از یه ساعتای خسته میشن. چون توی به مردم بگه 8 ساعت پشت هم دیگه فریاد بزنه، تست کنید خودتون ببینید چند دقیقه پشت هم میتونید فریاد بزنید. اما بایستی که این رو با حضور میلیونی با پشتبان دیگه حفظش کرد، به این معنی که مردم رو هی نکشونیم تو خونه، بکشونیم بالا پشتبان فقط بله الله اکبر بگن، دوباره باید یه هفته خاموش باشن. این کنکن تفکن ها ازش تغییر نمیاد. شما مردم مصر رو ببینید، علارغم این که رژیم آمریکا خطا کرد، یعنی اونجوری که آمد گفت من کاری نمی کنم موسوی باشه یا احمدی نژاد، وقتی 3 میلیون مردم تو خیابون بودن و من خوشبختانه واشنگتن بودم به دستیار آقای اوباما گفتم شما در حق مردم ما ظلم کردید، با گفتن این کلمه به اندازه خودتون ناامیدی دادید. چطور در مورد مصر آقای اوباما فوری از مردم حمایت کرد، اما در دوره احمدی نژاد دو تا نامه فدایت شدن برای آقای خامنه ای نوشت و گفتش که ما کاری به امور داخلی شما نداریم. همین امر تشجیع کرد خامنه ای رو برای سرکوب مردم و به همین اندازه آقای اوباما دست داره در سرکوب مردم ایران حداقل ناخواسته. من خواهشم از همه آقای مخمل باف این فرد ایرونی اینه که مردم رو تشجیع کنیم. من احساسم اینه که باید باقی موند و باید ادامه داد و باید گذاشت که جوونا کار خودشون رو بکنن. این جوونا اگر میگیم ما هم نیستیم و این جوونا خودشون رهبری رو دارن، بذارید این جوونا کار رو تموم کنن. این انقلاب اسلامی اصلاح شدنی نیست، نه اسلامی شد، نه انقلابی شد، نه انسانی شد. و خامنه ای تا هست این مردم نمیتون روز خوش ندارن. و من آخرین جمله اینه که باید رو شعار اصلی تمرکز کرد. خامنه ای باید بره، سادش کنیم، نگیم که تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی. این کلمات پیچیده دردی رو دوا نمی کنه، مرگ بر دیکتاتور هم دردی دوا نمی کنه. خامنه ای باید بره، نظام ولایت فقیه باید بره. آقای مخمل باف، موزگیری هایی که الان مطرح می‌فرمایید و خیلی واضح و روشن به نظر من جلوی خیلی از اختلافات رو به خصوص در خارج از کشور میگیره. فقط میمونی یه نکته، شما فرمودید که 40 میلیون ما جوانی داریم که اینا اصلا در اون رأی‌گیری مربوط به جمهوری اسلامی شرکت نکردن، اما دو جا در فرمایشاتون اشاره کردید که تحولات بعدی برمیگرده به این که انتخاب کدام رئیس جمهور. آیا شما این حق و قائل خواهید بود در آینده به عنوان یک هنرمند سبز که این مردم حتی نظام حکومتی رو خودشون انتخاب بکنن که آیا جمهوری باشه، مشروطه باشه یا هر چیز دیگری؟ اصلا ما در واقع وقتی از انتخاب حرف میزنیم از انتخاب همه چی حرف میزنیم، آفرین، حقوق بشر حرف میزنیم. اعتقاد بنده بر اینه که در قانون اساسی که اصل ولایت فقیه توش هست، امکان نداره که شما بتونید حقوق بشر رو اجرا کنید. اگر رأی گیری بشه بر این که این نظام جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، من قاطعانه خودم شخصا میگم نه، رأی من نه. و هر کسی باید رأی بده به آینده ایران. من امیدوارم ایرونی ها رو حقوق بشر توافق کنن به عنوان یک قانون اساسی و روی یک آینده‌ای که در بخون باشه، نه یک کسی که ابدی بیاد و بخواد سرنوشت ما رو معلوم کنه. هر نسلی، هر دوره‌ای، هر چند سالی، بالاخره ما باید حق داشته باشیم رئیس قوه مجریه‌مون رو انتخاب کنیم. کاملا صحیح. باید حق داشته باشیم که بگیم قوانین اساسی کشور ما با حقوق بشر تضاد نداشته باشه. مگه ما غیر بشریم؟ مگه سوال شما بهتر از قوانین حقوق بشر سراغ داشتی؟ اگر که خدایی باشه و اگر قرار بود پیامبر جدیدی فرستاده بشه، حتما کتاب آسمانیش حقوق بشر بود، برای حداقل برای این دوره. نه، خیلی ممنون آقای محسن مخمل باف، خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما. امیدوارم در طی ساعت آینده بتونیم ازتون استفاده کنیم و خبرهای تازه‌تر رو به اطلاع مردم برسونیم.
درود بر شما باد. ممنونم از شما. خب گفتگو کردیم با آقای محسن مخمل، چون یکی از شبکه‌های امریکا، شبکه‌های تلویزیونی امریکا از ما فوتج هامون رو خواسته، ما مجبوریم که اجازه بدید چند تا فوتج فیلم رو پخش بکنیم که مستقیما اونا بتونن بردارن و بعد برگردیم برنامه رو ادامه بدیم. خواهش میکنم فوتج ها رو پخش کنید. دیگان عزیز، تصویری که ملاحظه می‌فرمایید مربوط به چند لحظه قبل در تهرانه. پس چرا رفت تصویر؟ ظاهراً بیش از زمان‌های قبل صدای شعارا چیه میشنویم اونجا؟ من نمیشنوم. مرگ بر دیکتاتور. نه من پایین پایین پسام هره بچه ها هستم همون بچه هستم بچه ها هستم آره بابا اون خیلی اونا چیز داشتم همچین بیده بطنی داشتم. چی شده؟ خرج واسی چی شده؟ خرج واسی چی شده؟
بله. خب آقای جوادی، ببینید اتفاقی که داره میفته یه مسئله خیلی ساده‌ای هستش. این مردم نیومدن که خشونت بکنن، این رژیم جمهوری اسلامیه که خشونت رو تحمیل داره میکنه بهشون. مردم از خودشون حد اکثر میتونن دفاع بکنن و عامل خشونت رو مانع این بشن که ضربات بیشتری به مردم بزنه. به نظرم یه اتفاقی که اتفاقا ما الان توی صحبت‌های آقای مخمل باف دیدیم، اینا جریانات اصلاح طلبی بودن که برای اصلاح جمهوری اسلامی تلاش کردند و به اصطلاح تمام هماغمشون این بود، ولی الان خود این جریانات به اینجا رسیدن که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. حرفی که ما میزدیم، حرفی که ما یه عمر زدیم که جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، و اگرم اصلاح پذیر بود چرا کسی میخواست این هیولای سیاه اسلامی رو اصلاح بکنه؟ برای چی؟ مردم نمیخوانش. اتفاق این به نظرم این اتفاقی که داره میفته امروز نشون میده که ورق از دست جریانات اصلاح طلب حکومتی خارج میشه و هرچه بیشتر در دست جریاناتی قرار میگیره که امرشون سرنگونی مستقیم و بلاواسطه کل جمهوری اسلامی هستش. مسئله دیگه ای که مثلا مطرح هستش امر انقلاب. انقلاب پدیده مضمونی بود در اذهان بسیاری از کسانی که به تحولات سیاسی ایران نگاه میکردن. امروزه معلوم شد دوباره برای اینکه تغییرات اساسی به نفع مردم در ابعاد گسترده صورت بگیره احتیاج به تغییرات بنیادی و ساختاری هست و این تغییرات بنیادی رو در ادبیات سیاسی عامه بهش میگن انقلاب. اتفاقی که در مصر افتاد، اتفاقی که در ایران میتونه بیفته. و مسئله اینجاست که در انقلاب عامل تغییر مردم هستن، عامل تغییر جناهای جمهوری اسلامی نیستن، عامل تغییر جریاناتی از خارج نیستن، نیروهای نظامی کشورهای دیگه نیستن، خود مردمن که تغییر و تحول رو شکل میدن و به وجود میارن. ما الان برای سرنگونی جمهوری اسلامی احتیاج به نیرویی داریم که سرنگونی جمهوری اسلامی امرش باشه، شعارش باشه، هدفش باشه، نیروش باشه. این جریانات اصلاح طلب نیستن. اینا پروندهشون سوخته، کنار گذاشته شدن. اگر اینا حد اکثر کاری که میتونن بکنن مانعی در مقابل پیشروی حرکت مردم نباشن، مردم رو به خونه ها دعوت نکنن، دوباره نگن مردم ما شعار ساختار شکن ندید، هر کی شعار ساختار شکن بده از جریانات نفوذی جناح به اصطلاح راست جمهوری اسلامی هستش، صحبتایی که در 15 آذر گذشته هم کروبی هم موسوی مطرح میکردن، بلکه امروزه جریان سرنگونی طلبی که میخواد به امر انقلاب سرنگونی رو ممکن کنه داره جلوی صحنه میاد. اتفاقاتی که داره میفته جنبه دیگه رو به نظرم نشون میده. اصلاح طلبان حکومتی میخوان بیان اعتراضی در پایین شکل بگیره، تو بالا چانه زنی بکنن تا دوباره شاید جلوی ضربات بیشتر جناح راست رو به خودشون بگیرن. این اتفاق قرار نیست این دفعه پای مردم نوشته بشه. مردم امر خودشون رو دارن، سیاست خودشون رو میخوان پیدا کنن. قرار نیست مردم بیان جان فشانی کنن، فداکاری کنن، با نیروهای سپاه و بسیج و ارگانهای سرکوب درگیر بشن تا برفرض آقایون موسوی و کروبی چانه زنی انجام بدن و بعد سود بزنن که مردم تشریف ببرن خونه هاشون. این مردم احتیاج به رهبری خودشون دارن، به رهبری که بگه امر من سرنگونی کامل جمهوری اسلامیه، امر من آزادی، امر من برابریه، امر من رفاه همگان در جامعه است. با اهداف بزرگ میشه این مردم رو تکون داد و مردم امروز آمادگی خودشون دارن نشون میدن. چه باید کرد؟ مسئله بسیار پیچیده ایه. بیش از هر چیز مستلزم اینه که مردم تو افق خودشون روشن باشن، بدونن که راه سرنگونی جمهوری اسلامی از بیراهه به اصطلاح اصلاح جمهوری اسلامی نمیگذره. بعد بدونن که بگن شعاری که داده میشه شعاریه که خواست قلبی ما رو مطرح میکنه.
و این مسئله به نظرم حیاتی هستش که تو خارج از کشور ما بتونیم این افق رو روشن و شفاف در مقابل جامعه قرار بدیم. یه جامعه دیگه تو ایران ممکنه، جامعه‌ای که مردم خودشون با قدرت اراده اعتماد خودشون پایگذاری بکنن، جامعه‌ای که درش همگان سهم داشته باشن، برای اینکه جامعه‌ای باشه که مردم آزاد باشن، رفاه داشته باشن، این جامعه ممکنه و توی این تحولات میتونه شکل بگیره. تحولات تونس هم همینطوری شروع شد، تحولات مصر هم همینطوری شروع شد، ولی تونس به سرانجام اولیه خودش برسه، تو گام‌های اولیه‌اش پیروزی‌های اولیه‌ای به دست آورد، هرچند که مبارزه‌شون کماکان ادامه داره. در ایران هم مردم میتونن این امر رو به سرانجام برسونن. راه پرپیچ و خمتری در مقابلشون هست، رژیم سرکوبگری در مقابلشون هستش، اما در مقابل اپوزیسیون مردم هم اراده قوی و مصممی دارن و نشون دادن تو مبارزات پیشین که میخوان کار رو تموم بکنن. مسئله بر سر رهبری بنظرم. نه. بینندگان عزیز، خواهش میکنم که مسئله قطع هاتبرد تلویزیون کانال یک رو به هر شکلی که میتونید در خبرگزاری‌ها، پارتلی نیوز یا سایر خبرگزاری ها منتشر کنید لطفاً، و بگذارید که همه بدونن که واقعاً چه اتفاقی داره میفته. الو، درود بر شما، بفهمید. الو بفهمید، خواهش میکنم. ضمناً یادآوری میکنم تا الان دو شبکه تلویزیونی معتبر امریکا از ما درخواست فوتیج کردن و حتی یک گروه از اونها عازم محل تلویزیون کانال یک هستن. الو، درود بر شما، بفهمید. الو، درود بر شما، بفهمید. الو، درود بر شما، بفهمید. درود به شما جناب آقای همایون. بفهمید خواهش می‌کنم. خدمتتون خواستم بگم توی مکتب ما باید یه خود آگاه باشیم. باور کنید به جای کشیده کارش آقای احمدی نژاد در سپاه پاسداران، به اینا اگه شده خود خامنه‌ای هم بالای دار می‌برن تو حکومت. اینا می‌خوان یک پارچه نظامیش کنن. فعلا این مترسک رو نگه داشتن. خامنه‌ای خودش هم قدرتی نداره و اینا دارن یک سره قدرت رو قبضه میکنن. شعار خامنه‌ای سید علی باید بره، باید کنار گذاشته بشه، کل حکومت باید بشه. ممنون است. ممنونم. علی، درود بر شما، بفهمید. سلام. بفهمید خواهش میکنم. علی، بفهمید خواهش میکنم. علی، سلام عسکرم. درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. ممنونم از شما. من پارسال 16 بود، من بهتون تماس گرفتم، یک پیغام گذاشتم. شما اگر یه مقدار توجه کرده باشید، یه مقدار منطقی باید به نظر میدشید. خدمت شما آردم که این حکومت فکر نکنم بدون حمله نظامی بشه کارش بکرد. فکر کنم، حالا شما منوان یه بزرگتر خودتون الان میتونیم مرسی کنید، ولی من فکر کنم به جناب دکتر جوادی هم صحبت کردم، یا یادتون باشه جناب نصر احمدی هم من اسم بودم که گفتید نمیان و فلان میسم. ولی فکر کنم منوان یه ایرانی چون حمله نظامی کاری نمیتونه انجام بده ایران. ایران فقط باید بهش حمله نظامی شه. من موافق نیستم، منم فکر نکنم، من موافقم، ولی فکر کنم اینا پوچون از این اصلا کلوفتره. به نظرم اتفاقا تبلیغاتی هستش که مدافعین خود رژیم شاید بخوان انجام بدن. اگر نخواسته باشه، چرا که میدونن حمله نظامی نمیتونه صورت بگیره و اتفاقا حمله نظامی شیرازه جامعه رو اصلا میپاشه. مدافعین اونها رو مشروع میکنه، اونها رو مشروع میکنه در و پوستشون کلفته. این مردم اگر بلند شن، رهبری اصولی بتونه حاکم بشه بر این اعتراضات، کار جمهوری اسلامی رو میتونه تموم کنه. مردم قرار نیستش که از چاله در بیان به یه وضع بدتری دچار بشن. الان خواست بهتری داشته باشن. درود بر شما، بفهمید. علاقه سلام، بفهمید خواهش میکنم. من از سوی تنجزه حالا میشه مزدگیره رو نگاه میکردن، با یه خانه هم مصاحبه کرد، مرتب داره فیلم های جدید از ایران پخش. خیلی ازتون ممنونم. آقای باقری، الجزیره رو بگید فیلماشو نشون بدن. فیلم های الجزیره داریم ما. علی، درود بر شما، بفهمید. علا سلام، من فقط یه سوالی داشتم، میخواستم بدونم نظر شما درباره این چیه که من شنیدم تو سایت هایم جرمانی که دولت محلل تشکیل داشت، یعنی مثلا این مسئولین فعلی لطف کنن تشکیلشون رو ببرن. حالا نمیگم آقای موسوی یا کروبی، البته اولویت اول شاید اونا باشن، ولی یه نفر اونجا برای یه مدتی باشه، زمان امور موقت دست بگیره که هرج و مرج پیش نیاد و تو اون فرصت همه گروه از خارج از کشور بیان داخل و برای انتخابات آزم و برای مسئله. شاید مثلا فایده این آقای مستوی کروبی فعلا مثلا در همین حد باشه، در حال خارج از کشور کسی دیگه رو نداریم که مثلا اون سال 57 یه دفعه با فرانسی ها تو ایران همه بیافتن دنبالش. این فقط یه سوال. ممنون. از شما از چه طریقی برنامه رو میبینین؟ من رو اینترنت دارم میبینم. اینترنت. علی، درود بر شما، بفهمید. سلام آقای همایون، خسته نباشید. خواهش میکنم، بفهمید.
سلام عرض می‌کنم آقا جوادی، می‌خواستم به شما تبریک بگم. این قیامی که دوباره مردم ایران کردن، خدا ان شاءالله که شیر مادرش منالشون باشه، خدا ان شاءالله که پشت پناهشون باشه. ما که تو اروپا می‌ترسیم، ولی ان شاءالله که اینا بمونن تو خیابونا که زمانی که در آزادی که می‌خوام به دست بیارم موفق باشیم ان شاءالله. خیلی ممنونم، ولی اجازه بدید بنده یه تبریک خدمت اعضای خانواده عرض کنم. اگر موضع‌گیری‌های آقای محسن مخملباف رو امروز شنیده باشید، همون حرفایی است که سخنگوی شما یعنی بنده در سال 1388 بیان کردم و اون مخالفت‌ها با هم شد، اون برخوردها شد، اما امروز ظاهراً دوستان هم همه به این نتیجه رسیدن که چاره‌ای جز این چه که امروز هم آقای مخملباف بهش تأکید کردن وجود نداره. علی درود بر شما، بفهمید. آقا من می‌خوام صحبت کنم، یک شعاری دارم. بفهمید، خواهش میکنم. از امروز الان شده من پس میشه؟ بله قربون. از امروز walk like Egyptian, think like Egyptian, act like Egyptian. خیلی ممنون از شما. الان درود بر شما، بفهمید. درود بر شما. کدام با آقای همایون. آقای همایون جونم بفهمید، صداتون پخش میشه. من اون بسیجی که صبح با شما صحبت کردید از ایران، اینا صداش تو رنگارنگ با داور شنیدم. دوست داور یک خیلی صداش برای من آشنا بود، ولی میخواستم در همینو بهت. ممنونم از شما. علی درود در شما، بفهمید. علی درود به شما، بفهمید، خواهش میکنم. من میخواستم یک گزارش از تجمعات در مقصد دادم. بفهمید. الو درود بر شما، بفهمید. الو. الو جانم، بفهمید. آقای آبانو. بله قربون. من هم که استانبولی هستم، میخواستم به شما در واقع وضعیت اینجا اطلاع بدم. صدای بی سیماتون رو لاغت خاموش کنین آقا. آقا برادر من، شما بی سیما هم دستتونه با صدای بی سیم. الو بفهمید، خواهش میکنم. الو الو. بله بفهمید. درود به شما، وقت شما بخیر، بفهمید، خواهش میکنم. میخواستم که گزارشاتی از دربار و مشهد بدم. بله بابا، این نامه، این کاغذی که مینویسن میدن دستون، لااقل جمله بندیشو عوض کنید. آخه بنده قاخ نیستم که اینجا نشستم. لحن صدای شما اصلا با یه جمله، شما شنیدین دو تا جمله چقدر شبیه هم بود. الو بفهمید، خواهش میکنم. الو سلام آقای همایون. بفهمید، خواهش میکنم. من مینو مومیلی هستم، زندانی سیاسی سابق. خیلی خوشحالم که مهمان خوبی مثل آقای جوادی دارین اونجا، ولی خیلی ناراحتم به عنوان کسی که به خاطر اینکه فیلم آقای مخملباف و توبه نصوحش رو توی زندان اصفهان ندیدم و به خاطر شلاق خوردم، چقدر دنیا بی مقدار شده که ایشون میاد برای ما خط نشون میکشه، بهش بگین کرسیا پر، جای نیست بشینی، آدم فرصت طلب. الان که مردم به این نتیجه رسیدن، شما مردم عبور کردن از اصلاحات و از موسوی و از اینا، شما میگه از کرامات شیخ ما این از شیره را خورد و گفت شیرین است. من معتقدم که کسی که در ضرب و شتم، شکنجه و اذیت و آزار دخالت مستقیم داشته، باید طبق موازین مترقی دنیای امروز با برخورداری از وکیل محاکمه بشه و تا اون موقع نمیتونه. ببخشید من یه سوء تفاهمی شد دارم، ایشون خودشون شما رو شکنجه کردن؟ آقای شهرام همایون، شما اگر برین بخونید کتاب آقای علامه زاده رو، آقای حشمت رئیسی رو، ایشون فعالیت مستقیم داشته در کمیته گشت و شناسایی. نه نه نه، ببین اجازه بدید، همه اینا قبول. من مشکل خودم هم میگم، من در زندان اصفهان نوشتم اینو، 5 سال پیش نوشتم. بله. آقای بصیر نصیری افشا کردن. من در زندان اصفهان سال 61 اجبار بود که بریم فیلم توبه نصوح آقای محسن مخملباف رو توی سینمای اصفهان، همه زندانیا رو، توابا رو مجبور کردن همه رو که برن این فیلمو ببینن. من نخواستم برم ببینم، به خاطر اینکه نخواستم برم ببینم، منو بردن انفرادی و بعد کومیل، آقای کومیل که بعد آقام که نیست، کشتنش چیز بود، بازجوی دادستانی اصفهان بود، به من گفت که تو نرفتی فیلم برادر مخملباف رو ببینی. روزهایی بود که بایکوت رو میساخت برای اینکه چپ رو بکوبه،
کسی که دست داشت به تو شکنجه من، کسی که اینقدر فرصت طلبه، بعدها اومد فیلم نونو گل و گلدون رو ساخت، نونو گلدون که دیگه صلح هست، آرامش داشته باشین، بعد هم ماسک اصلاح طلبی زد و الان اینقدر فرصت طلبه اومده میگه که سرنگونی. پوینت من اینه که اون رهبر من نیست، حیف شما اونو بیارین بزنید. عزیزم اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من اینه که اون آقا اجازه بفرمایید خانم، اون اول باید خانم مینو اجازه بفرمایید. بله اجازه. کی گفت ایشون قرار رهبر باشه؟ ایشون رهبره، شما چرا اینو از کجا آوردین؟ یه آدمی است که اون سخنگوی جنبش سبز شما، اون عزیز من، عزیز من تلویزیون اعتبار می‌خرید برای جنبش سبز. بسیار ممنون، بسیار ممنون، خیلی از شما ممنونم. فهمش رو تموم شد؟ الو بفهمید. هنوز هیچی نشده، ما میخواییم دست به یخی بشیم انتقام بگیریم. وای به روزی که خب خانم عزیز، خیلی از طرفداران سلطنت هم الان میان یخی شما رو میگیرن که شما بودید که انقلاب کردید ما رو به این بدبختی کشوندید. الو بفهمید خواهش میکنم. الو درود بر شما آقای همایون. بفهمید خواهش میکنم. من کاوه هستم از آلمان، بخواستم با همیانانم در درون ایران صحبت کنم و خبرهای از کردستان دارم برای همیانانم در تهران و از شهرستانهای دیگه. اونا همشون اعلام پشتیبانی کردن و یه تعدادی اومدن داخل خیابونم توی مشهد، توی شهرهای مختلف و بزرگ و شهرهای کوچیک هم دارن میان. بیش از 35-40 شهر آمادگی اینو دارن که امشب همه به نوعی شهرها رو در داخل خیابونها باشن، ولی تهران نباید اشتباه پارسال رو انجام بده، چون بزرگترین اشتباه پارسال بود که از خیابونها رفتن به خونه. امسال اگر این بیان در داخل خیابونها بمونن حتی دو شب سه شب، بیش از اون ارزش داره که برگردن به خونه دوباره یه عده‌ای رو بگیرن بیان از روی فیلمبرداریاشون، از روی اون ماموراشون دارن بگیرن برن توی زندانها بذارن. الان توی زندانها پر از جوانهای ایرانیه، پر از مبارزانیه که واقعا بیرون مبارزه کردن. این بهترین راه اینه که دنیا هم به این نتیجه رسیده که باید مردم ایران حمایت بکنن، و این مستلزم اینه که حداقل دو سه روز بمونه دنیا هم مجبور بشه مثل همون برنامه‌ای که برای مصر حمایت کردن این کارا برای ایران انجام بدن، و ما هم که در داخل در خارج از ایران هستیم تا اونجایی که از دستمون بر بیاد لحظه به لحظه در جریان خبرات هستیم، خبرها رو پخش می‌کنیم به مراکز قدرت چون یک سرهای قلبی تماس میگیریم. و مهمترین که اینه که حاضرتون باشه اشتباه نکنید، بکنید برگردید بمونید تو خیابون تا اینکه رژیم جمهوری اسلامی رو کنار بزنید، یه رژیم دموکراسی، یه سیستم دموکراسی بیاد. سپاسگزارم از شما آقای همایون که من فرصت دادید. ممنونم آقای کاوه عزیز. درود بر شما. بفهمید. الو بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما و خسته نباشید. گلی هستم از آلمان. خانم گلی آلمان، درود بر شما، بفرمایید خواهش میکنم. میخواستم بگم این آقای عبدالله گل که رفته اونجا نصیحت میکنه این رژیمی که اصلا هیچی حالیش نیست، چه پس میشه میلیاردها با اینا قرارداد میبنده، بچه کلم نمیشه بیاد بیرون از اونجا وقتی این اوضاع احوال ایرانو میبینه. و در ضمن این اسمی که برای خودش انتخاب کرده افسوس که اصلا نمیخوره، یه گل نمیده با آشغال قرارداد ببنده. سپاسگزارم. الو درود بر شما، بفهمید. الو بفهمید خواهش میکنم. آقای همایون لطفا. من همایون هستم جونم، بفهمید. درود بر شما آقای همایون. من میخواستم از برنامه شما تشکر کنم، همینطور خواهش کنم اگه ممکنه مسابقه ای که مسابقه اشعاره رضا پهلوی رو لطفا پخش کنید، اگه ممکنه شما هم باشون مسابقه کنید، چون در تلویزیون های دیگر هم مثل که رفتن. بله خیلی ازتون متشکرم، هر وقت ایشون اراده کنن ما در خدمتشون خواهیم بود. علی درود بر شما، بفهمید. درود بر شما آقای همایون. در خدمتتونم، بفهمید خواهش میکنم. و همچنین آقای جوادی، کوروش هستم از هلند. کوروش عزیز هلند. میخواستم بهتون تبریک بگم آقای همایون، اینقدر شما مؤدبانه صحبت کردید که این آقایون از قرارگاهاشون اول به شما میگن درود بر شما. بله همینطور. خدافظ شما. ممنونم کوروش جان. علی درود بر شما، بفهمید. علی آقای همایون. بله قربون، بفهمید. سلام عرض میکنم، من میخواست قطعه خبر بدم. بفهمید خواهش میکنم. شیراز خیلی شلوغ بوده ولی سرکوب از اون خیلی بیشتر بوده. مثلا دایره من الان
به سرش ضربه خورده که الو بعد شد متاسفانه. الو درود بر شما، بفهمید این به چه صورت پول میشین تو من. الو جانم، الو جانم، الو بفهمید. الو آقای همایون. بله قربان، وقتتون نگیرم، میخواستم ازتون خواهش کنم، البته جسارت میکنم اگه ممکنه اعلام کنی ملت جنوب شهر، چون اینا جنوب شهر خیلی میترسن، وحشت دارن که ملت جنوب شهر نازی آباد جوادیه راهن اونجا اگه سر بلند کنن اینا هم از اونا وحشت دارن، هم اونا بهتر زورشون به این پدر سوخته ها میرسه. بله ممنونم. علی درود بر شما، بفهمم. علی بفهم. بله قربون، خوب هستید؟ من وقت بخیر خواستم جان. الو جانم بفهمید. اصلا بگم که آقای اوائید از میدون انقلاب بعد دارم تواف کنم که شروع بشه از سلیمان خیلی بد درسته درستید که یعنی جمعیت هنوز تو میدون انقلاب هست ها؟ نه جمعیت رفتن و تصاحب ملت الان خالی شده از جمعیت میدون انقلاب، ولی یه گوشه هایی از میدون انقلاب چند افری وایستان هم، ولی الان خبری نیست میدون انقلاب میدارم که الان دیگه شروع بود. ممنون از شما. علی درود بر شما، بفهمید. سلام، وقت شما بفهمید. آقای همایون من چیکار کنم الان هنوز تو کادرات؟ علی بفهمید خواهش میکنم. سلام علیکم آقا همایون. درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. زنده باشین آقا همایون. من به عنوان یه زندانی کسی که الان نقض عضو دارم یه پیام میدارم به مردم در اشیا به همه جوان مردای ایران، یعنی فکر میکنم بینم و تا حدی تونستم برای همین این تمنا رو دارم که خیابونا بمونن، خونه هاشون نرن، برن اون گوهردر زندان رجایی شهر، این که سمرکز زرادی بالا خونه هاشون مهمه چکیده و دستاشون درد شده، این وشته پاهاشون ریخته، اون که سمرکز که زیر اصول بهزرا بدون نامشون چاپ شدن، برن اون رو در بیمارن از خونه هاشون واقعا نرن و مثل مرد مردم هم جمع مرد باشن و این میدون خدا. سپاسگزار از شما. علی درود در شما، بفهمید. سلام علیکم آقای همایون. بفهمید خواهش میکنم. من سلام هستم آقای همایون، از مشهد تماس میگیرم. تصویر شما 3-4 ساعت قطع شده تو ایران. بله متاسفانه، بله مشغولیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. علی درود در شما، بفهمید. درود در شما همایون، در خدمتتونم، بفهمید. ببینید آقای همایون، این خانم مینو طوری که برخورد کرد، من پخش میشه؟ بله قربان. طوری که برخورد کردن برخورد درستی نیست. اگر بخوایم ما بیام آقای مخملباف رو محاکمه کنیم، دیگران رو محاکمه کنیم که زمان با این رژیم همکاری کردن، این کار درست نیست. بله. آقای مخملباف الان در کنار مردم قرار داره، داره حرف مردم رو میزنه به عنوان یک کارگردان، به عنوان یک فردی که جامعه جهانی اون رو میشناسه. بابا این امتیاز الان برای ما اصلاً، یه هنرمند بین‌المللیه، یه موقع هم یه کارایی کرده اشتباه غلط درست، الان آمده همون موازی که ملت میخوان رو قبول کرده. بنابراین من با این برخورد این خانم و دکتر مسی خانم دیگه لازم نیست جمهوری اسلامی ما رو محاکمه کنه، ما خودمون داریم خودمون محاکمه و تحقیق میکنیم و این کار درستی نیست. کاملا صحیح. خیلی ازتون ممنونم. بینندگان عزیز بریم به بخش خبر، به اتفاقای جوادی خانم نگار کرامتی آخرین گزارش ها رو به اطلاع شما برسونم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. سلام مجدد به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. وحشت دولت از تظاهرات مردم محل استقبال از رئیس جمهور ترکیه را تغییر داد. بنا به گزارش‌های رسیده، استقبال محمود احمدی نژاد از عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه امروز در کاخ ریاست جمهوری انجام نشد. نیروهای امنیتی دیروز به واحد تشریفات ریاست جمهوری توصیه کرده بودند که احمدی نژاد به جای کاخ ریاست جمهوری در یکی از ساختمان‌های وزارت امور خارجه از رئیس جمهور ترکیه استقبال کند که این امر امروز صورت گرفت. رئیس جمهور ترکیه امروز در ایران دولت‌ها را به شنیدن صدای مردم خودشان فراخوانده بود. در گزارشی دیگر آمده است
محسن سازگارا از شخصیت‌های سیاسی مخالف دولت ایران می‌گوید تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم در روز 25 بهمن فراتر از انتظار و یک قیام عمومی علیه دیکتاتوری در ایران بود. سازمان عفو بین الملل برخورد خشن نیروهای امنیتی ایران با تظاهر کنندگان در تهران و اصفهان را محکوم کرده است. ایرانیان مقیم هلند در حمایت از معترضان در ایران در مقابل سفارت ایران در لاهه تجمع کردند. ایرانیان مقیم لندن از ساعت 6 عصر امروز به حمایت از معترضان در ایران مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی از تیر خوردن یکی از معترضان در حوالی میدان توحید است. یک شاهد عینی گفت برق خیابان انقلاب حد فاصل امام حسین تا آزادی را قطع کردند و در تاریکی شروع به زدن مردم کردند. مردم آتش روشن کردند تا گاز اشکاور را مهار کنند. بنابر گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، یورش نیروهای ولی فقیه به تظاهر کنندگان در شیراز و صدای شلیک گلوله در خیابان ارم و نمازی و میدان ستاد و حرکت تعداد زیادی از آمبولانس‌ها به آن نقطه جهت خارج کردن زخمی شدگان ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه مهندسی شیراز واقع در خیابان نمازی اعتراضات گسترده خود را از دانشگاه شکل دادند و وارد خیابان نمازی شدند. هنگام ورود دانشجویان به خیابان، تعداد زیادی از مردم به آنها پیوستند و اعتراضات گسترده شکل گرفت و همزمان اعتراضات دیگری در میدان ستاد و ملا صدرا و خیابان ارم به صورت گسترده شکل گرفت و انبوهی در آن شرکت داشتند. مردم شیراز با شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور تظاهرات خود را ادامه دادند. حوالی ساعت 6:30 امروز به وقت ایران نیروهای سرکوبگر به سوی مردم یورش بردند و مردم را آماج باتونهای خود قرار دادند، ولی وقتی که موفق به پراکنده کردن مردم نشدند اقدام به شلیک تیر هوایی نمودند و بعضی از گزارشات حاکی از آن است که نیروهای سرکوبگر به سوی مردم شلیک نمودند و گفته می شود که تعدادی از مردم مجروح شدند. پس از شلیک گلوله تعداد زیادی از آمبولانس‌ها از بیمارستان شهر واقع در خیابان پارامونت به سوی آن نقطه حرکت کردند. و اما گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره در تهران گفته است که 10,000 نیروی امنیتی برای جلوگیری از تجمع نهایی در میدان آزادی به کار گرفته شدند. خبرگزاری فرانسه نیز خبر داده که پلیس از گلوله‌های رنگی پینتبال برای شناسایی و دستگیری تظاهرکنندگان استفاده کرده است. لس آنجلس تایمز نوشت در ایران، بحرین و یمن تظاهر کنندگان خیابانها را تصرف کردند. روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا امروز 14 فوریه در گزارشی به تظاهرات ایران پرداخت. در این گزارش آمده است که بوی گاز اشکاور در مناطق مرکزی تهران به مشام می رسد و انبوهی از جمعیت در خیابان انقلاب تهران گرد هم آمدند و با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری رویترز نوشت نیروی پلیس ایران هزاران نفری را که به خیابان‌ها آمدند مورد حمله قرار داد. خبرگزاری رویترز همچنین نوشت که نیروی امنیتی به روی مردم در خیابان‌های تهران آتش گشوده است. و بالاخره عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای حکومت ایران را به دلیل سرکوب تظاهرات آرام در تهران محکوم کرد. در بیانیه عفو بین الملل به تظاهرات در شهرهای دیگر ایران هم اشاره شده است. بینندگان عزیز، توجه شما رو به مشروع این خبرها و سایر خبرهای ایران و جهان در ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس جلب می‌کنم.